کرد بر بچه های آلومینیوم توپو در اختیار دارن روی سر توپ میدن حالا فرصت داره ارسال روی دروازه فرصت عجب فرصت داره توی دروازه و توی دروازه دومی گل تیم آلومینیوم در این لحظه از جنرال حرکتی رو سفید پوشان آلومینیوم آغاز میکنن روی دروازه یه موقعیت عالی و اسخر کرم اللهی خوب رو گرفت از نوروزی و گل رو زد یه برخورد یه ضربه به سمت دروازه و جاده برای تیم صنایع آلومینیوم عراق زد سه دقیقه بعد حامد امیرخانی گل دوم این تیم رو به ثمر رسوند تا تیم میزبان در حاشیه امنی خونه توپشو یار شماره 20 که احمدلو باشه میگیره حالا فرصت برای و توی دروازه و دروازه باز میشه و گل دوم تثبیت میشه گلی که در دقیقه 17 مسابقه به دست اومد یادداشت میکنیم دقیقه 19 گل دوم آلومینیوم تثبیت میشه. استیلازین، پتروشیمی تبریز و همای تهران تیم‌هایی هستن که یه فرصت عالی و توپ توی دروازه جای میگیره. خیلی زیبا گل پنجم هم به ثمر میرسه. چهار تیمی که عرض کردم تیم‌هایی بودن که یک بازی کمتر از سایرین دارن. حالا یه بازیکن دو گله هم در زمین آلومینیوم وجود داره به نام این چهره حامد امیرخانی. نگاه کنید ارسال به روی دروازه ضربه سر زیبا در بین یه بازیکن دروازه‌بان
این گله. مهدی شفیعی و ضربه آفساید رو بلند ارسال میکنن به پشت محوطه جریمه. موقع دارن بازیکنان بسفرد به دنبال تو. در کنار خودش علیرضا کردی رو میبینه. او رو ثابت توپ میکنه. اشتباه از کردی. یه مقدم بازیکنان کاوه در محوطه جریمه و گل. البته از سری مسابقات والیبال لیگ دستی یک کشور هم بازی دنبال میشه. بازم تعویض منطقه بازی به سمت چپ زمین خودش از بازیکنان کاوه. امیرخانی درگیر هست با او. رحیمی، خود امیرخانی در اون محوطه جریمه. چیکار میکنه اونجا امیرخانی؟ یک تنه همه رو اونجا جا گذاشت. دور میکنن در تیم کاوه تهران که در نیمه دوم از چپ به راست خواهد زد و با لباسای سفید و نارنجی مشخص هستن. شهرام مهربان در اون دروازه قرار گرفته. قوی مظهر هنگ و دندون اونجا دفاع میکنن بازیکنان تیم فوتبال کاوه تهران. از روی خط بیرون میکشه. بازم موقعیت و امیرخانی هست که توپ را از منطقه خطر دور میکنه. دو موقعیت شینان تیم کاوه تهران رو میبینید. ارسال به دروازه محوطه جریمه. اونجا بازم موقعیت هست. امیرخانی با پای راست ضربه میزنه. گل. چقدر راحت گل میخوره این فوتبال تیم فوتبال شهردار. خب بازی مجددا به گردش به موقعیت دارم بازیکنان شهرداری و امیرخانی مهاجم که به عقب اومده و کمک میخونه به خط دفاعی. توپ رو بازم امیرخانی و پتروسیان. خود امیرخانی حالا ما سومی تعویض خودشون هم انجام میده. تا لحظات دیگر تیم فوتبال شهرداری یاسی یک تعویض دیگر هم داره که میتونه انجام بده. یه موقعیت خوب و خطرناک و باز هم امیرخانی و باز هم موقعیت خطرناک برای این تیم. ما هم اشتباه میکنه. امیرخانی تند و تیز و گلزن در این دیدار توپ رو در اختیار میگیره. زیاد نه خیلی کم خود تراکتورسازی تبریز 1-0 باخت و فصل گذشتن به پتروشیمی تبریز باخت. مهوان ضربه بلند مهوان باز هم به زمین پیکان میاد. باز هم تاثیرسی میتونه از اونها در خلال بازی استفاده بکنه. امیرخانی
راه میندازه اونجا پتروسیان، خود پتروسیان گام های بلند این بازیکن یکی از گزینه های جدی سقوط محسوب میشه از کارشناسان فوتبال کشور. ضربه بلند مهران به زمین تیم فوتبال پیکان، باز هم امیرخان اونجا تاثیر مناسب رو میذاره برای تو مهاجم بلند بالای تیم فوتبال کاوه. اولین بار هست که وحید جعفری به درون محوطه جریمه میره تا از روی توپ بتونه یه استفاده بکنه. فرصت در بازیکن تیم فوتبال کاوه مثل اینکه راضی نبوده از عمل کرده علی سلمانی، رو از زمین خارج کرده و عطایی رو وارد زمین کرده. فرصت برای بازیکن کاوه است پشت محوطه جریمه. امیرخانی، ضربه امیرخانی، یک بار دیگه ارسال از میثم رضاپور در محوطه جریمه، باز هم برگشته تو دارن بازیکن فوتبال کاوه. ضد حمله خطرناک بازیکنان این تیم، پتروسیان رو به بیرون، ضربه خودش دو ضربه رو در دروازه قرار داده. سومین ضربه بازیکن کاوه رو ببینیم، هر دو ضربه قبلی اونها به گل تبدیل شده. حالا حامد امیرخانی ضربه امیرخانی و توی دروازه، تو در سکنج دروازه قرار میده. حامد امیرخانی با اعتماد به نفس بسیار بالایی هم این کار رو انجام میده.